حذف از اف ای کاپ، حذف شدن از چمپیونز لیگ، قهرمان نشدن در لیگ جزیره، شنیده هایی از خداحافظی رونالدو از منچستر یونایتد. سلام و درود خدا بر شما. بود همونجور که از اول ویدیو فکر کنم که متوجه شدید که صحبت کردیم، میخوایم آقا با هم دیگه بریم نجات منچستر یونایتد رو انجام بدیم که این تیم چقدر داره گند بازی میکنه. یعنی واقعا رونالدو هنوز داخلش حضور داره و مقابل برایتون واقعا باختن. گفت چجوری مقابل برایتون اینا باختن 2-1؟ اون یه دونه گلی هم که خودشون زدن گل به خودی بود، اصلا گلی نزدن خودشون. بعد اومدیم این نجات رو انجام بدیم. اول ویدیو این نجاتمونه و اینکه نجات رو من اصلا نمیدونستم داستانش چیه. دیده بودم بچهای دیگه میذاشتن، اما داستان اصلیشون مثلا توی گروه تلگرامی از شماها پرسیدم، دو سه نفرتون قشنگ جواب دادین که آقا مثلا شما میای یه تیم رو ور می‌داری از همون حالتی که الان هستش و گنده، و شما میری مثلا یه فصل دو فصل این تیم رو سعی می‌کنی که به دستاوردهای بزرگ برسونی، قهرمان لیگ کنی یا قهرمان چمپیونز لیگ کنی. اما ما اومدیم همین کارو انجام دادیم و همینجوری که می‌بینید آقای مارادونا رو کردیم سرمربی. اما آقا من گفتم که مارادونا چرا باید وقتی که آقا مهدی خان داره آقا سرمربی گری میکنه مارادونا اونجا است، خب یه اسمی هم من از من رو رو مارادونا باشه دیگه، کارمش مهدی مارادونا. اون دیگو مارادونا بودیم، مهدی مارادونا، یعنی ترکیبی از من و آقای مارادونا خوشگله. و آقا اومدیم چیکار کردیم؟ منچستر یونایتد رو برداشتیم، ترکیب تیم دقیقاً ترکیب فصل گذشته، یکی یعنی منچستر یونایتد ریستارت کرد قشنگ اون فصل رو. واسه اولین بار کریستیانو رونالدو تو دوران حرفه‌ایش اصلا چمپیونز لیگ نداره امسال، خدا رو شکر واقعا. آقا ترکیب دقیقاً ترکیب همون موقع است که اینا نرفتن، این ترکیب فصل پیششونه که میخوام من با همین ترکیب برم که ببینیم که آقا واقعا این ارزه نداشتن یا ما هم ارزه نداریم، خود تیم گنده. سیستم هم آقا بذار بهتون نشون بدم، تنظیماتش رو بهتون نشون بدم. تنظیماتش گذاشتم روی سوپر استار، ناکن بیشتر نمیشه، اگه میشد میذاشتم. خب آقا اول ما باید چیکار بکنیم؟ اطلاع بدم میگم لیست بازیکن‌ها رو به من نشون بده قشنگ. میخوام تو یعنی این ویدیو احتمال داره که چند تا پارت بشه این ویدیو، اگر آقا پارت 1ش فکر کنم 4000 تا لایک بخوره، 3.5 هم خورد میریم پارت 2، 3.5 هم خورد میریم پارت 2، ولی 4 کا بخوره با خوشحالی میرم پارت 2. شما فقط یه مشکل دارین آقا، اینو منچستر یونایتد رو که هممونم میدونیم و شما انجام نمیدید، اینه که ایشون آقا اینو ور میداری میاری به جای کی؟ میاری به جای این. اینو اصلا تو بازی ها نمیاری رو نیمکتم، تموم شده رفت. ای بابا 20 ساب مونده. ترکیب رو من واسهتون میچینم. این آقای ایشون باید بیاد بیرون به جای یکی مثل ماتیچ هر کی هست، مهم کاره که ما داریم درست انجام میدیم. پوگبا رو میاری تو، انقدرم نمیخواد باز بازی کنی. چرا انقدر دارین؟ یعنی چی آخه انقدر باز؟ خدای کجای دنیا دیدی انقدر باز بازی کنن؟ چه خبره؟ اوه بیا تو بابا، کجا رفتی داداش؟ و ایشون رو تا بیخ بناگوش میکشی عقب. و از اونجایی که فکر کنم منچستر یونایتد بد داره دفاع میکنه، من ترجیح میدم ایشونم بذارم اینجا و آقای برونو فرناندز رو بذارم بکارمش، یعنی اینجاها. و آقای مثلا رونالدو رو میاریم اینجا، آقای رشفورد و اوشون هم میاریم اینجا میذاریم. بذار اینجا دیگه بنیامین امنیتی اینجا رو نشون نده. خب آقا ما ترکیبو چیدیم، همین اول کار آقای مهدی خان میخواد بره. مهدی خان که به دهن تو من دیگه 160 میلیون دلار ما پول داریم و بودجه حقوقی ما هم 12 میلیون، ما حقوق خاصی نمیگیریم. استعدادیابی و بقیه چیزا رو باید بریم همه رو انجام بدیم. استعدادیاب میخوام آقا، میخوام یه بازیکن واسم انتخاب کنی در چه زمینه ای؟ در زمینه دفاع، که دفاعمون خوب بشه. دفاع وسط میخوام، نه دفاع، یه دفاع وسط واسم پیدا کن. خب بعد آقا هوش مدیریتی چی میگه؟ مگه وقتی شما داری دفاع رو قوی میکنی یه پله جلوترش هم باید قوی بکنی؟ یعنی کجا؟ یعنی DMF و ما اینجا DMF هم فعال میکنیم. واسم یه کاری بکن، یه مهاجم هم پیدا کن. خب آقا اولین بازیمون سه تا بازی دوستانه داریم، میخوام بریم این سه تا رو انجام بدیم، ببینم که اینا چه گلی به سر ما میزنن. خب ببین از بازی های دوستانه ما باید یعنی تا میتونیم نتیجه بگیریم. خب بذار ببینیم پیشوست قسمت اول، ببینم چی میگی تو، مخ ما رو کار گرفتی چی؟ آیا میتونیم پیشنهادی بدیم دادن اجازه به بازی در رقابت ها بده؟ این مرحله جای عالی برای آزمایش جوانی. نمیخواد تو به من بگی داداش، خودم تو ترکیب قرارش دادم، فرصت خوبیه، من در نظرش میگیرم. مارادونا داره میگه من در نظرش میگیرم. خب ببین اولین بازی دوستانمون هستش، میخوام این بازی رو سیو کنم و اینکه بهتون میگم که توی این فصل ما دو سه تا شاید گیم پلی داشته باشیم، دو تا رو داریم. این بازی میخوام راحت کنم ببینم که چیکار میکنن اینا و چه گلی به سر ما میزنن. بچه دو هیچ میبرن اولین بازیو، سوپر استار ها. خب آقا اولین بازی ما دو هیچ بردیم، دومین بازی هم من میخوام بذارم اسکیپ بشه و ببینم که داستان از چه قراره، ما با کی می
ببین 3-1 بردن. بله ببینم همین آقا خداوکیلی اولین کاپو میتونه مهدی بگیره یا نه. اتلتیکو وای اتلتیکو کرم داره اصلا. ببین این بازیو ببری خدایی بهتون افتخار میکنم. مرسی آقا خدایی حال کردی یا اولین جامو گرفتی. تمام شد رفت. بذاریم تو افتخاراتمون بهتون نشون بدم. نکن مجموعه برد همون تا الان یه دونه جام دوستانه قهرمانان در آمریکا رو گرفتی. بریم سراغ مذاکره ببینم که کیا رو انتخاب کردین، استعدادیابی کردین. خب آشغال، یعنی واقعا استعدادیابمون گاوه. سانچز آخه چی فکر کردی تو؟ آخه این کیه؟ این خوبه، این ولی بازیکن چیزه، کلاسیک نمیتونی بخری. نکن خر گفتم دی ام اف بگم رفته سی بی انتخاب کرد. همش هم آشغال انتخاب کردی تو. ببین یه دونه این هست 32 سالشه لعنتی، اینو ما کجای دلمون بذاریم؟ نه آقا ما جوونگرا هستیم، بازیکن قدیمی نمیگیریم، فقط رونالدو قدیمیه. بریم سراغ ادامه فصل. ادامه فصل تازه میخواد لیگ شروع بشه، من میخوام زودتر لیگ رو بریم جلو و زودتر بازیکن بگیریم، زودتر بازیکن بفروشیم، بودجه رو ببریم بالا، یعنی که بودجه رو همه رو استفاده کنیم. آقا اولین روز لیگ، افتتاحیه لیگ، اولین بازیمون رو ببینیم که تو کنفرانس مطبوعاتی آقای مهدی مارادونا چی میگه. اولین فصل و اولین مسابقه شو به عنوان مربی هستش، الان چه حسی دارین؟ ما آماده مواجهه با اونایم آقا مارادونا جان، اینو بگو. من مطمئنم که چی میخوام با برد از بازی خارج بشم. ما میدونیم که توانایی شکست فلان رو داریم، آماده ایم که اونا رو زمین بس. چقدر زیبا سخن میگوید آقا مارادونا. اومد تو رختکن بزنه چک و لغت کنه، یعنی بازیکن عربی سرسختی. اما این دلیل من رو در نظر این طرفدارا امروز همه تلاششون رو میکنن، بنابراین بیای کارمون رو درست انجام بدیم. بفهمین آقای مگوایر رو انداختی بیرون، همه بفهم شدن اونا دارن دو فوروارده بازی میکنن، ما کارمون فعلا خوبه. از جناحینشون میتونیم حمله کنیم و بهترین راه فکر کنم از جناحین سانت کردن و این راه خوبیه. برای اطمینان میخوای مگوایر رو بیارم تو، با اینکه دل خوشی ازت نداره. بازی رو اسکیپ بکنیم ببینم که اینا چیکار میکنن. رد شدن از این بازی یا علی مدد. بله یک هیچ میبره این تیم. اعلام بهترین بازیکن اروپا یکیتون آقا، بازیکن بهترین بازیکن بشین، افتخار کنم بهتون. مرسی رونالدو جان. ببین قراردادت نگاه، تا آخر عمرت باید تو منچستر بمونی، عمرن بذارم بری رونالدو. آقا واسه ماتا مذاکره اومده، ماتا رو بده بره خوشم، اصلا نیازی نداریم بهش. قبول شرایط آقای رونالدو تا اطلاع ثانوی، پیشنهاد تمدید قرارداد بده بهش. ببین تمدید قرارداد چقدر میارزه رونالدو؟ بگو دوست، بگو یه ساله. ببین پیشنهاد آزاد سازیشو ولی تا ته پر، یه کمی پر کن واسش، جایزه گلم بذار. آقا تو رو خدا همین اول لینگاردو بده بره، اصلا دوست ندارم باشه اینجا. ببین روی رونالدو میای، بیا سیاست نقل و انتقالات بذار اصلا ببند، رد کردن همه. آقا رافینیا رو واسمون انتخاب کرده، رافینیایی که اومدش تو بارسا، اما به نظرم اتفاقا خوبه رافینیا. نکن هر پستی میتونه بازی کنه، هم وینگر راست هم وینگر چپ، یعنی آچار فرانسه، و 24 سالش وینگر پرکار هم هست. ببینم که فقط روبه افتی یا نه، روبه رشدم هست. آقا بگیرش. دوره مذاکرات واسه انتقال چقدر به اسپول بودم؟ 19 تا زیادت خدایی. بازیکنی که معامله میشه، بازیکن معامله کن، نمیخوام پول بدم، میخوام معامله کنم به جای مثلا به جای الانگا. میگیریم پولم بهت میدم یه چیزی. او آخرین روز نقل و انتقالاتمونه، بازیکن نگیریم به فنا رفتیم. و از بین اینا که به معرفی کردیم باید یه کدومو بگیریم. یه دونه این 32 ساله هست، خوبه بد نیست، ولی رو به افته همش. بذار بریم اینور. آقا این خوبه، بذار اینو بگیر. 10 ساعت مونده تا آخر نقل و انتقالات. آقا 10 ساعته جمعش کن بره دیگه خدا وکیلی. این مگه قبول نکرد؟ اینم قبول کرد. ای وای رافینیا قراردادش ناموفق بود، من حواسم نیست، نمیشه دوباره بهش پیشنهاد بدم؟ اینو بزن قبول شرایط، بزن بیاد بابا. اه چی شما کمبود بودجه دارید، بنابراین این مذاکره به پایان میرسه، تنظیم شرایط بزن. ای بابا دوباره واسه چی شکست خورد مذاکراتون؟ سمت راست پایین نوشته پیشنهاد انتقال شما رد شد، اون بازیکن مهمی برای درک هست بلا صافه، هیچ بازیکنی نمیخواین بگیرین دیگه. بزن بریم دیگه، بزن بریم. آقا هیچ بازیکنی اول فصل نگرفتیم، یعنی خاک تو سرمون. برو بروش بشو فصل رو قشنگ شروع کنیم، یعنی من لیگ قهرمانان به خدا پارتون میکنم اگر نبرین خدا وکیلی. اولین روز لیگ قهرمانان با کریستیانو رونالدو قرار گرفته، یه شوخی ریزی هم میکنیم باش. خب اعتقاد همه اینه که شما به راحتی از مرحله گروهی صعود میکنید، اما نسبت به چشم انداز خودتون چه احساسی دارید؟ قطعا همینطوره، اما به شما هیچ ربطی نداره. آقا برو شروع بازی لیگ قهرمانان، خدایی من میخوام به بهترین شکل عمل بکنم. ببرین خدا وکیلی. مرسی کیچ میبرد. آقا اولین بازی سختمون شروع شد، با آرسنال بازی داریم. مذاکره باز کی ور مفصل، همش بیا بخوایم بازیکن بفروشیم. چرا اینو لنگارد رو پیشنهاد داده بهش 10 میلیون؟ همین الان لنگارد جان خدا نگهدار آرسنال، ببینم ترکیبش چگونه هست. ترکیب آرسنال احتمال داره که اذیتمون کنه، به خاطر اینکه میبینی دو تا دفاعی کناریش خیلی بازن. ببینم چیکار میکنین للهی.
مرسی یک هیچ میبره بازی و صدر جدول. تا الان خدا رو شکر نه باخت داشتیم نه با پورتو بازی داریم. یه چیزی داریم جان ببخشید ولی ما میخوایم ببریم بهتون. ترکیب حریف که پورتو باشه به شدت خوبه. آقای دالوت بذار نکن، آقای دالوت باید بیاد به جای وندیساکا، ایشون آقای لوکشا باید بیاد به جای الکسلز و آقای پوگبا هم که بد داره خسته میشه بیاد به جای مکتومینای، ایشون هم که داره گند میزنه بیاد اینجا و آقای کابانی که انگیزش بالا بیاد تو، ایشون هم تعویض بشه به جای ایشون. یعنی این بازی خدایی ببازیم ظلمه در حق منچستر یونایتد. 4-0 صدر جدول لیگ قهرمانان. بریم واسه چمپیونز لیگ با یه تیم یونانی بازی داریم که فکر کنم کریم انصاری فرنم قبلا توش بود. چرخش ترکیب قسمت دوم. خب شما در آخرین روز مسابقه خود پیروزی رو بدون داشتن قرار کامل به دست آوردی. عملکرد دیگو دالو چقدر مهم بود؟ آقا چرا الان گزینه منفی نیست اینجا؟ من دوست دارم بگم دیگو دالو آشغال بازیش. برای همین میگم کار تیمی ما عامل موفقیتمون. ما کار تیمی برتر خودمون رو ساختیم، یه نفر خیلی کل تیم شایسته تقدیر هستن. اینه دقیقاً همین خدایی تو ذهنم بود مهدی مارادونا گفت. برو ببینم چیکار میکنه با علی مادر. مرسی یکیچ بود. سه تا بازی و بایترم صدر جدول. آقا با ولف بازی داریم. ولف تیم خوبیه. ترکیب یا امامزاد ساله فکر کنم ترکیب رو باید باز کنم چون دفاعشون ستایه، میتونیم که نفوذ کنیم اونجوری. خیلی هم خوب میتونیم نفوذ کنیم. آقای رونالدو بدوه بره فقط. واو خاک آدم تو اون سرتون کنن. ولی باز اولیم. چرا باختیم؟ وای دو هیچ. نباید اون کارو میکردم. وای داربی با لیورپول. شما نتونستید در مسابقه قبلیتون برنده شید. اصلا در مورد داربی نگران هستید؟ من نگران نیستم. رقابت نزدیک خواهد ما اعصابمون رو آروم میکنیم. آره این بهتره. شما واقعا فکر میکنم وضعیتتون الان خوب نیست. اگه بگم هیچ نگرانی برای رفتن به داربی ندارم دروغ گفتم. اما وقتی میگم لیورپول هم همین وضع رو داره، باور کن هر کسی که بیشترین دامت رو از خودش نشون بده قراره به اوج بره. چی گفت؟ من ترجیح میدم این بازی که با لیورپول رو در نقش سرمربی بازی بکنم. آهان آهان همینو میخوام، همینو میخوام دقیقا. قطع رشور جوری بکش گل بشه. وای گل نشد تو. خب حواستون به دفاع باشه چون وای بکش جلو. برو تا تا بکش جلو. ول کن دیگه. بکش جلو. ای خدا باختیم بازیو. خاک تو سرتون گل دومم خوردیم. این بازی منچستر سیتی خودم بازی میکنم. نه خودم بازی میکنم. الان بازی کردن رو بهتون نشون میدم مرتی های گاو. آقا صبر کن ببین دیگه رو حالت سوپر استار من بهتر بازی میکنم یا اینا. این الان بازی مشخص میشه. یار خب اونجا وایسادی یه سوتی بزن دیگه. آقا سانتو میکشی ضربه سر گول. لبه خط تو بگیر. وسطو بپوشون. وسطو میپوشونی. بذار بره ببینم کجا میخواد بره. بیا دوباره وایساد دیگه. اوه غلط کردم آقا. بگی توپشو ای بده بهش بره. کریستیانو رونالدو حرکت، پاس با آقای رشفورد میزنه و تمام. گل دوم. دوباره حرکت میکنه آقای رشفورد. بد زدن رشفورد کفاست. رونالدو بیا. رونالدو نه خود رشفورد بذار بزنه. انصافا خودش گرفت دیگه. میزنه خود رک. بذارید ناکل حرومتون کنن. خاک تو سرت رشورد. لب خط تو بگیر. هیچ غلطی نمیتونه بکن. لب خط داره میره. آهان همین برای میگیری. توپ رو گرفتیم. پاسو میدی به وسط آقای کابانی که رفت یاردو این آز میزنه و توی دروازه. سه بر هیچ. گواردیولا اصلا کلا من نمیدونم. ما هر وقت با منسیتی بازی داریم اینا رو میذاریم میتره کنیم. بیا خودش داره این ور پاس میده. بعد من چیکار کنم؟ نکن اینجوری زبدری حرکت میکنی میدی به رونالدو. رونالدو تیر یک تمام. چهار تایی شدی. میرسونه به اون ور. حالا از اون سمت اکسانتر زیبا.
داور سوتو بزن دیگه، اینا حرفی واسه گفتن نداره آقای گواردیولا. گواردیولا خودش میده پاسو، اکسان میکشه. اوه اوه خطا بودا، حواسم بهت هست. سوتو بزن تمام، چهار بعد هیچ میمره آقای ماتیاس. آقا بریم سراغ چمپیونز لیگ با این بازیکن‌ها. یه این تیم، یعنی دارم میگم قبلی ان، اینا دوم جدولن الان، بعد میبینید رودری پدر سوخته رو، و مطمئنم این بازی رو میبرین، یعنی سگ در سگ میبرین. مرسی، یک هیچ بردیم، صدر جدول گروه ای. آقا با تاتنهام بازی داریم، به نظرم این بازی رو بازی بکنیم ببینیم که از چه قراره. آ ماشاءالله توپگیری، برسون بهش، حالا خودش حرکت کن، زبدری زبدری تو فضای باز، تو فضای باز حرکت کن، مرسی، حالا پاس بده بهش، حالا توی دروازه. داشتی خدایی یا نه؟ دقیقه 8 سوپر استار بدون رونالدو اینجوری بازی میکنه ماتیپس داداش. یوه امامزادشتون، برسون به اون بر. داشتیم بعد گل رو نوش جان میکردیم، آفساید نگرفتی، گرفتی. دارم میگم تو عمق، تو عمق ول کن، تو عرض رو بگیر عمق، ولی حواست باشه کاره کاره. یا حضرت فیل، وای خاک تو سرتون، خیلی شانسی بود، خدای شانسی بود گلتون. یک یک چرا شدیم؟ خودش برسون، مرسی، حالا به وسط حرکت کن، حرکت کن، خبرت بزن گلو. مرسی مرسی، چه گلی میزنه این بازی کن. مرسی رونالدو، چه هدی زدی رونالدو. لب خط بنداز، آفساید نداره پرتو بود. یک سانتر زیبا، سانتر، پوگبا پاس میده از همون سمت، لوکشا حل کرد، کارلو یک سر توپ میزنه، خود لوکشا اونجا توپ رو نگه داشته، هری کین میاد واسه دفاع کردن، به وسط میرسونن، لوکشا حرکت کنه، ایده دادم پاسو میده، خودش حرکت میکنه، حالا از اون سمت پاس میده رو به رو، آفساید، خطا، پنالتی نبود. 2-1 ماتیپس میبریم. دوم جدول آقا، دوم جدول لیورپول همچنان چقره بد بدنه. رسیدیم به چمپیونز لیگ آقا، چمپیونز لیگ رسیدیم، و این که آقا بازی تا اینجا من سیوش میکنم. اگر واقعا از این ویدیو لذت بردید حتما 3.5 کا یا 4 کا لایک بخوره میریم واسه پارت بعدیش. دوست دارم که واقعا این رو تا آخر فصل بریم و مطمئن باشید که قهرمان خواهیم شد، اینو قول میدم. لایک و سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.